خب یه دست من بزنم الان تو منو داری دیگه. من خیلی دوست دارم ببینم کدوم بخش از حرف منو میخوای انتخاب. در این گزارش گروهک منافقین با نام سازمان مجاهدین خلق یا سازمان خطاب می‌شوند. فقط به خاطر اینکه فعالیت‌هاشو گسترش بده مجبور بود که سازمان‌های مختلف تأسیس کنه، مثلا شورای مقاومت ملی، که در واقع اون اسم گم بشه. برای همین من خیلی اصرار دارم که از اون چیزی که در واقع این سازمان در دنیا شناخته میشه از همون لفظ استفاده کنم تا دقیقاً مخاطب خودشون باشن. سال 88 بود که دوباره من قرار شد راجع به سازمان مجاهدین خلق یه کاری کار کنم، که در واقع سال 89 اون کار با عنوان ملاقات پشت دیوار اشرف از تلویزیون پخش شد. من توی اون کار بود که با آقای محمدی آشنا شدم. مرتضی با تلاش‌های بسیار یکی از اعضا و هواداران سابق منافقین را مجاب به همکاری می‌کند. آقای محمدی در واقع سعی می‌کرد یک مرزبندی رو با در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. زندگی من و تاریخ سازمان عجیب به هم آمیخته شدند. محمدی بی هیچ ارتباطی با ایران، تنها آنچه را گروهک منافقین بر سر خود و خانواده‌اش آورده بیان می‌کند. 7 سال به من بازی دادن برای دیدن بچه‌ها. من تو محمد مهم نیست. سمیه کماکان توجیهات پیش پا افتاده منافقین برای مبرا دانستن خود از هر گونه انحراف اخلاقی و عملی را به کار می‌بندد. ندیدی من اینجا چطوری اذیتم کردن؟ کردن یا نکردن؟ هیچ سازمان از فرد شروع میشه، از اون الفت شروع شد تا اونه. از این جور استدلال تو سازمان خیلی زیاده. اما یک استدلال ساده محمد تمام وجهه پوشالی منافقین در نظر محمدی را فرو می‌ریزد. پسر آقای محمدی بهش میگه که بابا جان سازمان کیه؟ سازمان این آدمه، این آدمه، این آدمه، این آدمه. همه این آدم‌ها میشن سازمان. چطور ممکنه همه این آدم‌ها تک تکشون مشکل داشته باشن و سازمان مشکلی نداشته باشه؟ دور هم نشستیم و فیلم‌های قدیمی رو نگاه می‌کنیم. فیلم‌هایی که خاطرات تلخ و شیرین زیادی رو زنده می‌کنه. روایت مستند، روایتی ساده و تأثیرگذار به زبان انسانی از دوری‌ها و مرارت‌های پدری می‌گوید که خود را مسئول پیشامد رویداده برای فرزندانش و گرفتاری آنها در اشرف و حالا در لیبرتی می‌داند. من باعث شدم تو عمرت از بین بره. 7 سال در اینجا، 7 سال رو در این دنیا یا در اون دنیا بهت پرداخت می‌کنم، میدم. و این چیزی بود که سازمان اصلاً دلش نمی‌خواست. من از اینا هم کلی تصاویری دارم که در واقع به وسیله دوربین آقای محمدی پیغام میدن به خانواده‌هاشون که بیایید اینجا دنبال من. با اینکه بساط رجوی در اشرف برچیده شد، اما روزها و شب‌های اشرف و حالا لیبرتی کابوسی هولناک و ناتمام برای سمیه هست.